فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین در صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساعت شب و روز در صفای دل است. صفای دل خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی دل مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن فراهم. بسم الله الرحمن الرحیم. گام اول توبه است. توبه اولم از خوبی ها و طاعت ها بود، توبه دومم از توجیه ها و تزیین هایی که ریشه تمامی گناهکاری ها، کفر ما، فسوق ما، تو خیال میکنی ریشه تمامی اسیان شیطان چی بود جز کبرش؟ و این مزین شده برش عملش دیگه، انا خیر من رب نمیبینه، اسیان رو با عظمت حق نمیسنجه، اسیان رو با امر حق میگه. او گفته سجده کن، میگه ما یه امر خدا رو سجده، یه سجده نکردیم. تو امر کیو زیر پا گذاشتی؟ نگاه نکن که اسیان کوچک است، ببین چه کسی رو معصیت کردی، و نگاه نکن طاعت بزرگ است، ببین برای چه کسی آوردی. این نگاه شما رو عوض میکنه. گام اول توبه است، درست؟ این تصمیه حساب اول با خدا بکنید. اگر تو مرحله اول حل و فصل شد، وقتی بحث از خدا گرفت شد، اون طرف هست او آفریده و عاشقانه آفریده، من با عشق او چه کردم؟ من با محبت حق چه جواب دادم؟ من با حکمت حق چه جور برخورد داشتم؟ مشکل از اینجا برام شروع میشه. گفتم اینجا طاعت‌های من به اندازه محبت‌های او بوده؟ این جمله‌ای که عرض کردم، گفتم این معصوم در برابر حق خائفه. یعنی اگر تمامی نعمت‌های حق رو تو برای او خرج می‌کردی، باز هم خائف بودی. این دیده صحیح و اساسی ما. یعنی تو اون چه او به تو داده برای او گام برداشتی. رب به ما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. این دعای موسی پذیرفته شده باشه و تمامی نعمت‌ها رو تو برای او خرج کرده باشی، مشکل همینه که تو تازه به اندازه‌ای که او به تو داده دادی، به اندازه‌ای که از او می‌خواهی کاری نکردی. من بارها مثال زدم، مجموعه درآمدهای مشروعی که من داشتم و تمامی نعمتهایی که به دست آوردم، اگر در تمام روزهای خودم جمع می کردم، این مجموعه سرمایه نمی شد که من بخوام باید یه پتروشیمی بگیرم. من قرب حق رو می خوام، من لقای او رو می خوام، من رضوان او رو می خوام. با چه رویی؟ با چه رویی خدا شده تو دائما زمین از چی می خواهی؟ عبادت می خواهی مساعده بگیری، هستی او رو نمی دم. کفش او رو میبوسی، برای اینه که از صبح تا شب میدمید چی به شما دادن؟ شرممون باد. خدا شاهده ما هنوز رابطه خودمون با خدا منقح نکردیم، اندازه نگرفتیم، طلبکاریم، کلی طلبکاریم. بشین فکر کنیم ریشه هاشو دریابی. تمام عشق تو، تمام عمل تو، تمام معرفت تو خوب دقت کنی. این ستا سرمایهی که ما داریم معرفت است، عشق و ایمان است، عمل و تقوا. تمامی ستا سرمایه به اندازه منه. من چقدرم مگر این عالم؟ ما اصلا یبلغ مقداری. این مشکل اینه. بشین بگیم تو ترازو خودمونو ببینیم چه کردیم. همون جمله‌ای که شنیدید دیگه، این از فرهنگ مذهبیتون دارید. بابا گفته بوده که خدایا من رو تو بهشت ببر با عملم. گفته بودن بهشت ببریتش با فضل من، گفته بودن نه به عملم. تو نگهش داری. عمل تو چه کردی؟ این که سه تا نگرشه، وجد تو که اهلا للعباده، عبد تو که شکرن، عبد تو که حبن. حالا بعد از خوف، بعد از اشتیاق بهش، بعد از ترس از جهنم و ترس از عشق به بهش، گاهی تو عبادت میکنی به خاطر غرور شاکری نعمتی به تو دی شکرش میکنی.
گاهی اهله، هیچی هم نمیداد اهل بود. مگر موی بر هستگیره که هستیمونو برشون رسیم چی به ما دادن؟ گاهی هم عاشقانه عبادت میکنیم. اهلیه که محبوب تو شده، تو دلتون نشسته. گام اول توبه بود، گام دوم را این که اصطلاح نمیخواد، این نسبتا مفهومه برامون. حالا اگر هم مفهوم نیست بیشون دو سو با هم دعوا کنیم. آماده ایم ما، سنگمون رو حق کنیم با خدا. خلاصه هستش یا نه، اگر هستش خوب هستش، یا عاشق هست یا نه، و اگر عاشق هست ما با عاشق چه کردیم، ما با محب چه کردیم، ما با محبوب چه کردیم. خیلی حرف ساده ایه. حرف دوم استغفار. اگر قبول کردی تو کم داشتی، حالا میخوای به سمت او برگردی، اونم میخوای او پاک کنه پرونده رو. لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونه. بیا حرفی که بابا آدم زد راحت بزنیم و راحت بشیم. اگر تو مردی پاک نکنی این پرونده رو و سرمایه جدید ندی، لنکونه نمین الخاسرین. خسارت قطعیه. بعد از استغفار طلبه، ما محتاجیم، ما مفلوکیم. بعد از استغفار پاکسازی گفتم طلب رحمت بود. مرحله بعد پناه. ما مدام در معرض مشکلات. اینو یه جمله راحتی بگم براتون. ببینید انسانی که حرکت میکنه به اندازه‌ای که ارزش پیدا میکنه، به همون اندازه شیاطین روش سرمایه گذاری میکنن، آدم‌ها باهاش درگیر میشن، باهاش مشکل خواهند داشت. یعنی شما چه بسا در یه مقطعی از خیلی چیزا گذشتی، اما اوایل حرکتی، حتی تو دوره که انسان کافر و فاسق بوده، از یه چیزایی گذشته، حالا که به دین رو آورده، با خدا پیوند خورده، میدونه که دیگه نمیتونه. اون پیادی که گذشته نمیتونه بگذره، اون فحشی که بهش میدادن نمیتونه تحمل کنه، از اون صفایی که میکرده نمیتونه مدد بگیره. چرا؟ گفتم وقتی که آتش دشمن رو سر تو زیاد شد، پیش روی تو دیگه میلیمتری خواهد بود، دیگه نیمی کیلومتری پیش بری. و هر اندازه که ارزش زیادتر بشه، حضور شیاطین زیادتر میشه. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. متقین اونایی هستن که وقتی که محاصره شیطان رو احساس میکنن، میفهمن متاعی پیدا کردن. این هجوم، این محاصره کاشف از متاعیه که پیش توست. تذكروا فاذا هم مبصرون. تا دیروز خیلی راحت تصمیم میگرفتی، تصمیم تو لحظه کفر دردش نداشت، ولی امروز تو لحظه ایمانت کمترین عملت رو به خاطر ریشه هایی که تو آوردی بهش پاداش بزرگ میدن. این که سرمایه گذاری میکنه شیطان به تو، این که پناه میخواهی تو، پناهندگی، استعاذه، پناه بردن از چی به چی، خطرهایی که در طبیعت هست، در روابط اجتماعیمون هست، در رابطه با شیطان هست، وسوسه ها و نهسته های او، وسواس خناسی که وجود داره، این پناه بردن ها و استعاذه ها شروع میشه. به خدا قسم تا کسی به خدا پناهنده نشه، به هیچ جا نخواهد رسید، نه با علمش، نه با عملش، نه با طاعتش. لست و اتکلو فی النجات من عقابه تلا اعمالنا بل بفضل کردن. این پناهندگی رو شروع کنید. حرف چهارون، خب پناه که بردی تکیه پیدا میکنی، انسان تو پناهگاهاش مطمئن میشه، متکی میشه. تو تعبیری هست تو سوره ابراهیم، میگه علی الله فلیتوکل المؤمنون. بیانی میگه کسانی که تکیه ایمان دارند و عاشق و خدا باید به اون تکیه کنند. بالاتر، اگر کسی بنا داره پناهنده بشه، هر مفتقن تو این عالم، هر کسی که به کسی میخواد پناهنده بشه، نمیتواند جز خدا پناهی بگیرد، نمیتواند جز او تکیه گاهی بگیرد. همه تکیه ها خصوصن توکل مطرح میشه. مرحله ششم هم اعتصام و اعتصم، یا به حبل الله یا به فضل الله. حرف دوم در رابطه به صاحب زمانه، حجت ولیمونه. من یه دو تا مختصر نگاهی رو مطرح میکنم. ما گاهی اهدافمون تو این دنیا محدوده، حکومت هایی رو میخوایم طبیعتا که بیا نانی بدن، آبی بدن، بهداشتی، مسکنی، رفاهی. حالا با این رفاه هم هرچی کامپیوتری تر و مدرن تر باشه بهتر. گاهی در این حد فعالیت، گاهی هدف ها از این حد میاد بالاتر. آدم تو هم با توجه به بحث بعدی که راجع به اندازه ها میگم، خودش رو یه گاو نمیبینه و جامعهش هم یه دامپروری بزرگ نمیدانه. به او بدند و نگهداری کنند و بخوان از شروع کشک و پشم استفاده. تلقیش دیگه از حاکم عوض میشه، از حاکم به این که به او رفاه بدهد، پرستاری کند او را، پاسداری کند او را از دشمنان قانع نیست. آموزش میخواد. آموزش هم داستان سواد آموزی نیست، بینش ها رو بعد در اون را بیانده. به من تلقی هم را از خودم عوض کنه.
تلقیم از جهان عوض کند. نوع ربط من رو با جهان، نوع ربطم با خودم، نوع ربطم با دیگران رو آموزش بده. این نگاه دنبال حاکمی با خصوصیت‌های جدید خواهد بود. تلقی تو از حاکم دیگر این نیست که به تو پرستاری و رفاه و آب و کشک و کلاه بده و خوبم نگهداریت کنه. این نیست. این نان و مسکن و بهداشت مشکل تو نیست. شعار تو نخواهد. چون تلقی از خود دعوت شده. دید عوض شده. این یه نگاهه که امام رو می‌طلبه. تو حاکمی رو میخوای که معلم باشد، بیاموزد و به تو تمامی راه را هم بیاموزد. این نکته دومیه که اگر تو اهداف حکومتیت متفاوت شد، یک مسئله، و اگر قلمرویی که تو در اون فعالیت داری گسترده شد، یعنی تو انسان رو گذشته از ارزش‌ها و اندازه‌های خودش مستمر و استمرار یافته بدانی یا گمان کنی یا احتمال بدهی. این در مسئله در برنامه ریزی حتی احتمال که باید میکنه که انسان را به این اندازه بشناسی یا گمان کنی یا محتمل بدانی، برای این آدمی با این اندازه و با این استمرار که به حاکم احتیاج داری با خصوصیت دیگر، برای کسی که میخوای برای 70 سال رو تربیت کنی یا کسی که برای 9 ماه میخوای رو تربیت کنی تا 70 سال تا بی نهایت را یا لااقل محتملا بیش از 70 سال نمیشه یک دور برنامه ریخت. تو اگر این دید رو پیدا کنی برای تربیت این آدم ها و حکومت بر اینها به حاکم محتاج خواهی بود که به مجموعه این مسیر آگاه باشد، یک، و از مجموعه کشش ها آزاد باشد، دو، ترکیب این آگاهی آزادی مساویس با اسمتی که ملاک انتخاب حاکمه. این نیاز معرفتی ما به ولیه. این بحث دو تا چهار تا، یا از اهداف که با اندازه های انسان باید هماهنگ باشد به این معنا میرسیم، یا از وسعت قلمرو انسان. آدمی فرزند زمین نیست، فرزند 70 سال نیست، نه این است که ولی را میطلبد، محتاج است. نه همین بیان در مسئله رسالت هم مطرح میشه. نکته اساسی اینه ما وقتی که به دین روی میآوریم، این نکته نگاه کنید که اشاره میخوام بکنم، ما الان مسئله این هستیم که دین مسئله مسئله حل نکنه. به نظر شما چه کرد؟ مسائلی که ما داریم این دین میتونه جواب بده. این تو مرحله اول با احترامات فارغه سوال تشکیک و نهایت هم نمیتونه بده. کو کجا؟ این مراحل حالتهای ماست که سیاست تقریر به شکلهای سوال و تشکیک و ادب و نهایتا هم بروز تمامی نهفته جلوه میکنه. مسئله همینه. بابا ما داستانمون از اینجا آغاز میشه. آدمی هست، این امکانات را دارد و این روابط را، امکانات غریزی دارد، حسی تجربی علمی دارد، عقلی فلسفی دارد، عرفانی قلبی هم دارد، و این آدم با تمام این دارایی ها روابطی دارد با خودش، با حس، با چشمش. چگونه ببیند این انسان؟ من این رو باید تکرار میکنم. ما محتاجیم هدن لناس، یعنی که رسول باید به من بیاموزد که چگونه ببینم. هدن لناس یعنی به من بیاموزد که چگونه حس کنم، چگونه در وهمم، در خیالم، در تفکرم و در تعقلم و در مجموع احساساتم رابطه برقرار کنم. چون نکته اساسی اینه که ما با دیدن همین آیات اگر آموزش رسول نباشد محدودیم، به بن‌بست میرسیم، از آیت به غایت‌ها و محدودیت‌ها میرسیم، در حالی که نگاه رسول به من میآموزد که از اصل یک پدیده ربش را و از کیفیت یک پدیده حق و جهتداری و هدفداری و معادش را بفهمم. نگاه به کیفیت خلقت ابن با اصل خلقت ابن دون بهره برداری به انسان میآموزد و این آموزش رسول است. نکته اینه که من که در رابطه با نیروهای باطنی خودم، بحث اجتماع و روابط اجتماعی نیست، انسان در خلوت خودش محتاج به وحیه. نه یا مخته با این نیروها بچه گلو بیاموزن. تو میخوای دیر رو تعبد بگیر، میخوای نگیر، تو در تعقل به هر شکلی که بخوای رفتار کنی میبخشی. محتاج به تعلیم و تربیتی، محتاج این که بطایت را بردارن، زنجیرهایت را بردارن، یا معوانهم اسرهم، بارهای سگینت را بند دارن، ولی اقلال از دیکانت علیهم. نمی توانی تو با این پای بسته تو این عالم حرکتی داشته باشی.
و این رسوله که به تو می آموزه. این نکته همین هست که منم باقی امکانات این روابط، رابطه اول ربط من با نیروهای باطنی خودم نیست. من چگونه فکر کنم؟ تو منطقه سوری می آموزی چه بکن؟ تو منطقه من هجولنی می آموزی چه بکن؟ تو صناعت هم می آموزی تو مفردات تفکر تو چگونه باشد؟ ولی تو منهج تربوی رو میخوایی به تو بیاموزد چگونه از این بت‌های بازاری و خانگی و شهری و اجتماعی و کوفت و کاری خودت را خلاصی ببخشی و چگونه با این بخوا درگیر بشی؟ با شعار؟ بیا؟ کسی که زنجیریست باید بیا میاد؟ چه عشق بزرگتری در وجود او به چه کیفیتی تو میگذاری؟ چگونه تعقل مدفون او را بیدار میکنی؟ یسیری فی هم دفاعن العقول. تو محتاجی به ره تا این اندازه، حتی در رابطه با خودت و نیروهای تا رابطه با اشیا چه بخورم. مسئله این است که من در تجربی ترین مسائلم که آب و نون و کفش و کلاه و چه و چه باشد، اگر استمرار و احتمال استمرار رو باور کردم، به حوزه علوم تجربی نمیتوانم قانع باشم. تجربه کجا میتواند بگوید که این غذا در 7000 سال بعد من چه اثری میگذارد؟ اون خصلت تجربه نیست، این بیرون از حوزه تجربه است. احتمالش برای ایمان تو کافی است، لااقل برای احتیاط تو کافی است، برای حذر و احتیاط تو کافی است. داستان دوم میتونم رابطه با افراد بچه من چگونه تربیت بشه. من این بچه رو برای 7 سال میخوام تربیت کنم، میخوام تو دنیا باهاش باشم، من میخوام حتی تو عوالم محتمل یا مضمون یا متیقن بحث هم با این باشم. پس اگر بنا باشد که ما تا آخر با هم باشیم، کیفیت تربیت ما شکل جدیدی میگیره، وضعیت ما عوض میشه. با ملت‌های دیگه چگونه رابطه برقرار کنیم؟ ملت مهاجم، ملت غافل، ملت جاهل، ملت دوست، چه میدانم چگونه رابطه برقرار کنیم؟ انسان با این امکانه در این مجموعه روابط محتاج است و منده است و این است که به وحی آورده. چطور میتونی دوباره سوال برگردونیم که حالا چه وحی جوابگو نیست ما چه بکنیم؟ این مشکل ما اینه، ما پلهایی رو که بایست پشت سرمون خراب میشد هنوز باقی گذاشتیم. همون داستان بابا یکی از روز حسین عذرخواهی میکنه که من با تو پیمان بستم که با تو باشم و نصرتت کنم، حالا که تو رفتنی هستی نصرت بیمناست، اجازه بده برم. یعنی میتونی میگه ها اصلشون های خیمه ها قایم کرده، پلها رو نه خراب نکرده، اصلشو برداشته و رفته. ما این گونه به مذهب رو آوردیم، اسبابمون رو نگه داشتیم. این نگاه چه در اهداف حکومت و چه در قلمرو حکومت تلقی ما را از مفهوم ولایت امامت عوض خواهد کرد و نیاز جدیدی به ما خواهد داد. به یه نقطه هم بگم که جزئی تر بشود این قضیه، همین نگاه به انسان و همین نگاه به جهان، این نگاه در نوع مدیریت جدید و نوع تشکل جدید و نوع تربیت جدید اثر خواهد گذاشت. و همین که مدیریت وضعیت جدیدی بگیرد و تشکل سازماندهی به کیفیتی جدیدی برسد و تربیت آهنگ دیگری بیابد، داستان خیلی از مسائل در هنر، در علم، در حس، در مدارس، در چه و چه و چه حل خواهد شد. ما هنوز معتقد نیستیم که مبانی مدیریت ما شکل مدیریت ما را عوض خواهد کرد، نوع تشکل و سازماندهی را عوض خواهد کرد، نوع روابط را عوض خواهد کرد. اگر همین تغییر رو بپذیریم به خیلی از سوالهامون جواب خواهیم داد. و این صبری که برای مذهب معتقدیم و این عقب منازایی و نارسایی و گنگی و لالی که برای مذهب قائل هستیم وضع دیگری پیدا خواهد کرد. تمام کنم همین اندازه از مسئله کفایت بکن، من چون به این مسئله نمیخواستم بپردازم. بحثم این هست که اگر رب رو فهمیدیم و ربط ربوبی رو متوجه شدیم، با اون چه امام زمان است و حجت است، با اون چه بکنیم؟ معرفت یک گام بود. خب من ممکنه ولی رو بشناسم ولی به اون عشق نبرزم. عشق بالاتر از شناختی، درک جمال میخواد، درک کمال میخواد، درک محبت میخواد، درک رفاقت میخواد. تو وقتی این سلامی داره تو میسوزه، دلت به یاد اون میتپه. چون گرفتاری داشتی میرفتی بچه مبتلا بده فلانی بیا با ماشین ببرمه، به همین اندازه خودتو وامدار اون میدونی. اگر تو بدانی که دل ولی برای تو میتپد، در دورترین نقطه کسی گرفتار است، یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا، اونها برای فرح ما خوشحالند و برای رنج ما رنجورند. این تلقی تو رو وامدار ولی میکنه.
مخصوصا اگر ببینی تو از دورترین نقطه با تو هم رسن جمعهای ما، حرفایی که ما میزنی عنایتهای اونهاست که ما به هم پیوند دادن بماند. معرفت یکی، محبت دوتا، اقدام. هم عاشق میتونه بیکار بمونه؟ یا جسر اینجا من ببینم اتون. خب ببین، دیدی تو معشوق برای خودت نهی خودخواهی؟ میخوای معشوق برای خودت حفظ کنی یا میخوای خودت رو بشه؟ این مشکل اساسی ما اینه. ما این موقع حضور خودمان را جایگاه امنی میدانیم، یعنی میگیم هر چی توی عالم بخواد ای من باشد باید پیش ما بیاید. پول پیش من، جان پیش من، مال هرش. خب این حرفی یه موقع تو معتقد اون چی پیش تو باشه ما اندکن مینفد، مار که فنا خورده تحول میابد، از دست تو بیرون میره. خب تو پس میخوای خود تو یه جایی تثبیت کنی، میخوای دینه کنی، خودت رو میخوای یک جایی بگذاری. اینجاست که تو فعلت، تصمیمت، حالتت رو در حضور ولی خواهی گذاشت، یعنی تو اقدام خواهی کرد، عشق پربار میشه. بعد میفروشی خودت رو به بیعت هست، بایع میشوی. حسب شروع به بیعه کمالدی بایعتون، چون به میجندی وقتی که میبینی امن، این مقام امینی جز در حضور حق و ولی نیست، خودت رو به اونها میسپاری. بیعت هست و بعد دعوت هست. وقتی که خودت رو فروختی از جان گذشتی میتونی حرف بزنی، میتونی داعی باشی، یه وابستگی به جان نداری، چیزی از دست میدی. انتظار است، انتظار در خودت رو آماده بشی، در فکر، در قلبت، در طرحت و در عمله. و انتظار فرج، برای منتظر فرج او هستی، کاری بکنی برای او، یاری بسازی، گامی برداری. تو ماشینی که در چاله افتاده دنبال کسی هستی کمک کنه بیرونش بیاری. نم دو قسمت دیگه خیلی از حرفان باقی نمونده، تمام شد نسبتا نکته که خواستم بگم که ما در رابطه ولی چه برنامه ریزی بکنیم، چه جور بشیم جنبندی کنیم. ولی رو ضرورتش رو حس بکنیم و این ضرورت رو در عشق خودمون ریشه بدوانیم و بعد از این عشق برای عمل کار بکنیم و خودمان را بیعت کنیم، بفروشیم به ولی و دعوت کنیم و منتظر باشیم که من انتظر امرن تهی اله، براش آماده بشویم و برای فرج او و اون چی که حوزه کار او هست گام برداریم. اون موقع رنج دورترین کسی که سیلی میخوره، رنج بیرنگترین قطره خونی که رو خاک میفته، رنج کمترین فریادی که بلند میشه رنج ماست، چون رنج ولی ماست. در رابطه با خودمون اندازه، ارزش، برنامه. اندازه، ارزش، برنامه. خب ما اندازه خودمون رو بشناسیم، یک، ارزش ها و هدف هایی که برای خودمون داریم معین کنیم، دو، و بین این اندازه و اون ارزش برنامه ریزی کنیم. سه، مشکلی نیست الگوی کوچکی از مدیریت مطلوب رو در خودمون پیاده کنیم. خب ما چقدریم؟ محدود به همین عالم مشهودیم؟ همین اندازه ایم؟ 70 سالی؟ صحبت با دوستان گفتم ما میونیم یه موقع میونیم از استعدادهای عظیممون معرفت پیدا میکنیم که ادامه داریم، یک. یه موقع میونیم از طلب عظیمی که در ما هست، از نیاز عظیمی که در ما هست میفهمیم که ادامه داریم، دو و سه. و گاهی هست که بحث معرفت نیست، گرایشه. این بادی که تو این بادبادک رفته نمیگذارد این دیواره ها بماند، منفجر میکنه، میشکند. امکانی که حق در وجود ما ریخته بزرگتر از این دنیا. مثال میزدم تو جمع دوستان، گفتم من بچه کوچیکی داشتم، این تازه راه افتاده بود، بن میرفت، ما خزیدن رو یاد گرفته بود، اون موقع هم قنداقشون میکردن بچه ها رو. اینها میومد تا پشت در اتاق میستاد، مینشست منتظر بود در باز، پا پیدا کرد پشت در حیات مینشست. بحث معرفت نیست، بحث نیاز نیست، بحث طلب نیست، بحث توان آدمیه. توان ما بیش از دنیاست. نیرویی که در ما انباشته شده در این محدوده انفجار ایجاد میکنه. نفخی که در ما شده، دمیدنی که در ما شده، ما رو بزرگتر از این دنیا کرده. هر اینه. به تجربه میخواید باور کنید، میخواید بشید مطالعه کنید، نمیدونم هر چیز دوست دارید، اشتیاقی هستید، شهودی هستید، برهان بیرید، جز این هست. این
خواستن، باور کردن، دانستن، نمیدانم هر اصطلاحی که داری، از اینجا برخواسته که آدمی بزرگتر از دنیاست، به خدا اصلا بزرگتر از بهشته. بحث دنیا و دردش نیست، دنیای کامپیوتری نه، اصلا بهشت خدا. ما در بهشت هم اگر هم بهشت باشه به محدودیت بهشت عذاب خواهیم داشت. در جهنم علی میگه که اگر من با تو باشم چه بسا عذاب او رو بتونم تحمل کنم، اگر از تو و با تو نباشم بر فرض اون رنج تحمل کنم، جدایی رو چگونه تحمل خواهم کنم؟ حرف من اینه، ما چه معرفتی بخواییم بگیم، چه برهانی میخواییم بگیم، چه شهودی میخواییم بگیم، چه نیاز، چه طلب، چه استعدادهای اضافی رو طرقه و چه بحث توان انسانه، توانمندی انسان، انرژی و توانی که در آدم محصول شده بیش از این 70 ساله. حرف ما اینه، با این توان چه خواهیم کرد؟ برنامه ریزی کنیم. توانی که به من داده به اندازه خودم نیست و بچه هم و کفش و کلاه هم. این روز عظیم برای این دوتا آفتابه آب برداری بری طهارت کنی و خودت رو تقصیل کنی، این نیست. این عظمت آدم برای جاهای دیگه. اگر تو در نگاه تمامی نفس ها و تمامی آدم ها رو منظور نکردی، به این توان خودت واقف نشدی. این حرف اول منه. پس داستان اندازه هست و ارزش هست و برنامه. خب اندازه ما یه مسئله است، بی خود نیست که ما از پنجره زمین سر بیرون آوردیم، حتی از پنجره بهش سر بیرون می آوریم. اگر آدمی رو میشه پشت این درها بس، گفتم من تجربه کردم، اون بچه به اندازه که دو تا پای کوچولو پیدا میکنه از قنداقش فرار میکنه به پشت در. من گاهی میدم بچه دوستانم از یک کیلومتر اون طرفتر پونسد من اون طرفتر دم سر خیابون نمیدونم اون سر چهار را کشیدن آوردنه، خدا رحمتش کنه رفت. این حقیقت ماست، نمیتونیم بمونیم، خدا شاهد نمیتونیم. ممکنه غافل بشیم، ممکنه چشم ببندیم، ممکنه خودمونو با سر و صدا مشغول کنیم، لاهیتن قلوبهم، دلهامون رو مشغول بازی کنیم، فرو بریم تا نشنویم، گوشهامون رو بگیریم تا متوجه نشیم، ولی دوام نمیاره. این فریاد، فریادی که خواه گریبان ما، گوش ما، هستی ما، وجود ما رو خواهد گرفت. اینا تذهبون انا توفکون. خب چه هدفی انتخاب کنی؟ طبیعیه که اگر تو برای خودت گفتم یه امکانه مثلا 10 میلیون تومانی داشته باشه، یه برنامه ریزی میکنی، سرمایه گذاری و هدف میگیری. اگر تو 1 میلیارد، 30 میلیارد، بی نهایت امکان داشته باشی، وضعیت دوست میشه. این تلقی از توان خودت به تو شهامتی این را خواهد داد که تصمیم بزرگ بگیری. ارزش ها با تلقی که ما از خودمون داریم وابستن. برنامه ریزی هم خواهانه‌ها با همین نگاه همراه میشه. یه برنامه ریزی دقیق، برنامه ریزی که امکاناتش رو میشناسه، یک، اهدافش هم میشناسه، دو، بین این امکانات و اون اهداف مراحل و مسائل و نیازهایی که در هر مرحله از جمع‌بندی میکنه، امکاناتش رو بسیج میکنه، حالا با شکل‌های مدیریت های متفاوت، انضباط شدید، دیسیپلین ما فلان، انسانی‌تر، عاطفی‌تر، تشویق کنه، یا مدیریت آمریکایی بعد از جنگ جهانی دوم، یا مدیریت آلمانی متأخرتر از اون، یا مدیریت ژاپنی امروز که بنبست‌های مدیریت آمریکا رو میخوان چه تو کارخونه ها، چه تو آموزش و پرورش و افتای تحصیلیشون حل و فصل کنه. شکلی کارش رو مشخص میکنی، ولی تو خانه ها باید این مراحل رو با هم در نظر بگیریم. پس یه مقدرات و اندازه‌هایی داری و یک اهدافی داری، یه مراحلی، خب مراحل هم نیازهایی دارم، جنبندی میکنی مشکلاتش رو، رابطه‌هایی که به وجود میاد، رابطه انسانی، رابطه‌های فیزیکی، علمیه، نمیدونم اجتماعی، اونها رو براش اندازه میگیری و کلاهی میسازی و قدم برمیداری. هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، هر که شد محرم دل Yeah.